دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سن 13 روزگی گله آپلاس ما در خرداد 1403 توی هوای گرم و مرطوب که واقعا مدیریت کردن سالن‌ها توی این شرایط همیشه سخت بوده. خب توی این ویدیو میخوام بپردازم به این موضوع که مدیریت کردن گله ها بعد از واکسن آشامیدنی به چه شکلی هست. یه سوالی که همیشه مطرح میشه توسط پرورش دهنده اینه که عنوان میشه ما بعد از مصرف واکسن های آشامیدنی، مخصوصا حالا نیوکاسل که به صورت مرتب مورد استفاده قرار میگیره، ما یک سری جوجه هایی رو داریم که این جوجه ها در واقع سر صدا میکنن یا حالا کل گله به سر صدا میفته. چه اقداماتی معمولا اینجا مرغدار انجام میده؟ چه کارهایی معمولا مرغدار باید انجام بده که گله خودش رو به بهترین شکل ممکن مدیریت بکنه؟ خب واکسن زنده که به روش آشامیدنی اسپری یا قطره مورد استفاده قرار میگیره، یا حالا قوطه‌وری نوک در داخل مایع واکسن استفاده میشه، یا به این روش گله هاتون واکسن میشن، معمولا چون باید واکسن زنده تکثیر داشته باشه از خودش و ویروس باید توی بدن تکثیر بکنه، شما بعد از عملیات واکسیناسیون بعد از 2 یا 3 روز یه تعداد سر صدا توی گله خودتون دارید، یا ممکنه گله شما سر صدای جزئی داشته باشه قبل واکسن، سر صدا بخواد زیادتر بشه. معمولا مرغدارا برای این کارها چه اقداماتی انجام میدن؟ خب اولا باید بدونیم که 24 ساعت قبل و بعد واکسن معمولا توصیه میشه که ریسک نکنید و از حالا ترکیبات خلطاور اینا بخواد استفاده بکنید، چون ممکنه جرم واکسن شما رو تحت تاثیر قرار بده. در فصل گرم سال هم خود این لهله زدن که از گرمای محیطی در واقع حاصل میشه، خود این لهله زدن هم در واقع به خاطر اینکه هوا بدون فیلتر وارد بدن میشه خودش میتونه یه مقدار سر و صدا ایجاد بکنه، حتی تا سنین انتهای گله هم این سر و صدا ادامه خواهد داشت. پس زیاد برای این موضوع در واقع تمرکز خیلی زیادی نگذارید. اگر میخواید اقدام مثبتی انجام بدید میتونید از ترکیبات کمک تنفسی استفاده بکنید، به عنوان ترکیبات خلطاور در بین مرغدارا شناخته میشه که عموما از ترکیباتی مثل نعنا و اوکالیپتوس استفاده میشه که این ترکیبات کاری که انجام میده در واقع میاد ترشحات تنفسی رو مدیریت میکنه. دوستان توی در واقع جوجه ها نای تنگ و گشاد نمیشه، نای قطرش ثابت باقی میمونه، پس شما در واقع ترکیباتی که این ادعا رو میکنن که میتونه نای رو گشاد بکنه تا کمک بکنه به تنفس پرنده، به گرفتگی در واقع قسمت تنفسی پرنده در بیماری ها، این یک ادعای بزرگه و واقعا یه شانتاج تبلیغاتیه. این رو حتما دقت بفرمایید که نای بزرگ و کوچیک نمیشه، ولی شما به واسطه ترکیبات تنفسی میتونید تا حدودی مشکل رو مدیریت بکنید. میتونید به مدت 8 تا 12 ساعت از این ترکیبات استفاده بکنید تا به شما کمک بکنه برای اینکه سیستم تنفسی پرنده خودتون رو در حد ایدئالی مدیریت بکنید. این ترکیبات تنفسی نباید در کنار ترکیبات دیگه استفاده بشه، چون خودش طعم و مزه خاصی داره، روی مزه آب تأثیر میگذاره و رو مصرف آب شما و مصرف دان شما هم ممکنه تأثیری بگذاره. پس سعی بکنید که از ترکیبات تنفسی به جا استفاده بکنید و نکته خیلی مهم اینه که انتظار خیلی بالایی ازش نداشته باشین. این ترکیبات برای شما معجزه نمیکنه. همین که شما تهویه مناسبی داشته باشید، هوا رو به خوبی داخل سالنتون بیارید، مدیریت بستر مناسبی داشته باشید و بتونید بسترتون رو کنترل بکنید، گاز آمونیاک نداشته باشید، خیلی راحت میتونید این موضوع رو کنترل بکنید تا اینکه فقط یک سره بخواید ترکیبات کمک تنفسی استفاده بکنید. ادعایی هم که روی این ترکیبات انجام میشه خواهشاً زیاد بهش دل خوش نکنید. مهم اینه که شما مدیریت صحیح تهویه داشته باشید توی سالنتون و تو فصل گرم سال همه گله‌های شما ممکنه پخ و پخ و خراخه رو داشته باشه و زیاد روی این موضوع تکیه نکنید که بخواید با این ترکیبات این مشکل تنفسی رو برطرف بکنید. عاملش رو بشناسیم، مشکلش رو بشناسیم و تلاش بکنیم برای بهتر شدنش.
و روزانه هم سیستم تنفسی پرنده رو چک بکنید که وضعیت پرنده بدتر نشه و اون موقع بتونید اقدام درستی انجام بدید. خیلی ممنونم از این که به این ویدئوی کوتاه ما نگاه کردید در سن 13 روزگی گله آپلاس. امیدوارم که بتونیم در ویدئوهای بعدی هم اطلاعات ناب خدمتتون داشته باشیم و براتون جذاب و کاربردی بوده باشه. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.